مهمان من آهنگساز و نوازنده است نواختر تار را در کودکی از پدرش آموخت بزرگتر که شد به هنرستان و بعد دانسرای عالی موسیقی رفت و از درس اساتید معروف بهره برد بعد از مهاجرت به آلمان از مؤسسان گروه دستان در آن کشور بود که در دو دهه گذشته موسیقی ایرانی را با همکاری نوازندگان و خوانندگان نامدار به گوشه و کنار جهان برد است میگوید موسیقی باید متاثر کند نه متحیر کیفیت موسیقی مهمتر از حجم آن است و مهمتر از همه موسیقی نان است آب است و هوا منظورش از چیست؟ حمید متوسم به برنامه به وارد دیگر خوش آمدید آقای متوسن وقتی شما میگین موسیقی آب و هوا و نانه مجردتون چیه؟ از گذشته های دور هم همیشه میگفتن که موسیقی غذای روح است انسان برای یک همزیستی سلامت و مسالمت آمیز و درست و انسانی در کنار همدیگه احتیاج به فرهنگ به فرهنگ در واقع این زندگی داره شعار پندار گفتار و کردار نیک شعار فارسی است و این در واقع سرچشمه میگیره از فرهنگ و نوع زندگی هر مردمی که هنر بخش فاخر و مهم این مجموعه هست در ممالکی که به مسائل فرهنگی بها میدن و برایش سرمایه گذاری میکنن و وقت میگذارند، در واقع انسانها رو به راهی هدایت می‌کنن که بتونن با همدیگه درست زندگی کنند و فرهنگ درست زندگی کردن و با یکدیگر رو هم داشته باشه این است که منظور از این چند کلامی که من یک جایی احتمالا گفتم این بوده آه. در واقع یک فلسفه ای پشت سر این دو سه کلمه هستش که شما گفتین حالا حالا این نان و آب و هوا برای شماست یا فکر میکنید اصولا یک حکمیه که در مورد موسیقی به طور کلی دارین صادر می برای من به عنوان موسیقیدان حرفه ای اون معنای نان در واقع اون نانی که پدر برای خانه میاره در واقع یک بحث دیگه است تا این موردی که اینجا اشاره شده این همینطور که اشاره کردین یه فلسفه ای در واقع پشتش هست که نیازمندی بشر رو به طور عام به پرداختن به مسائل فرهنگی و از جمله و در شاید رأس این قله هنر هست که در واقع میبایستی که ما بپردازیم به این قضیه و اهمیت ویژه داره همونطور که نان و آب و هوا برای انسان حالا یه صحبت دیگه هم شما کردید و اون که ام، ام، کیفیت موسیقی خیلی مهمتر از حجم بشه وقتی از کیفیت موسیقی صحبت میکنین منظورتون دقیقا چیه؟ یعنی با چه نوع موسیقی شما این موسیقی خودتون رو متمایز میکنید که از نظر کیفی؟ خب این بحث در واقع خیلی بحث وسیع و طولانی هست نمیدونم چقدر در حوصله این مجلس ما هست هر چی حس... هرچی هر بله به پرداختن به کیفیت ها پرداختن به اون چیزهایی هست که انسان به عنوان لذت از زندگی و پرداختن به زندگی در واقع متوجه میشه ببینید برداشت های عمومی ما از دنیای اطرافمون از طریق این پنج حواس هست ما به این پنج حواس رسیدگی میکنیم اما نه مساوی به چشممون بیشتر از بیشتر از همه حواسمون به حس بیناییمون بیشتر از همه حواس رسیدگی میکنیم یعنی برای خونمون بهترین زیباترین فرش ها زیباترین مبل ها بهترین پرده که مناسب اون مبل باشه و نمیدونم طراحی و تمام این چیزا یا برای لباس خرج زیادی میکنیم به حس چشاییمون همینطور خوب میرسیم ولی به حس شنواییمون که در واقع به اعتقاد من مهمترین حواظ هست به این کم میرسیم مولانا هم در واقع مصنویش رو با بشنو شروع میکنه شنیدن خیلی مهمه اشخاصی که... نو... هم از بشنو هم از نی در واقع بله بله ولی میگه بشنو بیشتر ام. گوش کن تا اینکه بخوای حتی بگی ام. موضوع این هست که شما ببینید اشخاصی که نابینا هستند عموما ام یا اکثرا اشخاص بسیار باهوشی هستند یعنی شما کسانی رو میبینید که نابینا هستند ولی مثلا بهترین خواننده های دنیا بهترین موزیسین های دنیا عالمای بزرگی تو این زمینه هست. به هر حال اینه که باعث این حس این حس بیشتر بیگه. کار میکنه به خاطری که از بیماری ها حالا اگه بدید من سوال خیلی ساده تر بکنم در مورد حال وقتی شما از موسیقی با کیفیت صحبت میکنید یک موسیقی با کیفیت ایرانی در حال حاضر به شما چیه؟ چه چی موسیقیه؟ موسیقی بهتره که من نمونه نه منظورم نمونه نیست منظورم نوع موسیقی که شما ایراد ببینید ما موسیقی توی عرصه‌های مختلف داریم از موسیقی رپ ایرانی داریم تا موسیقی پاپ ایرانی داریم تا موسیقی کلاسیک ایرانی داریم خب، بله. تو این وسط یک موسیقی که از نظر شما با اون تعبیر و تعریفی که شما از کیفیت موسیقی می‌کنید بخواید مثال بزنید کدام یک از این موسیقی‌ها بله. این انواعی که شما فرمودید که در واقع ژانر هست در موسیقی ولی مس... مسئله کیفیت مسئله از پرداختن صحیح به از آهنگسازی یک کار شروع میشه تا یه اجرای خیلی خوب که نوازندگان خوبی رو اجرا بکنن و اون که فلسفه ای اصلا خود کل اون هنر پشتش داشته باشه تا اینکه تا اینکه برسیم به اینکه ما این موسیقی که خوب با کیفیت خوب ساخته شده با کیفیت خوب اجرا شده و با کیفیت خوب ضبط شده رو با کیفیت خوب هم بشنویم ولی به طور عام خب موسیقی که جنبه هنری داره نه جنبه تفریحی بیشتر میپردازه به کیفیت یعنی عمق درش بیشتر مطرح است تا حجم یا سر و صدا و این نوع موسیقی رو در واقع من موسیقی با کیفیت میشنسیم حالا مثلا ده سال گذشته در ایران موسیقی ایرانی شما فیلم که موسیقی ایرانی نظر کیفی ارتقا پیدا کرده بهتر شده یا در درجا زده یا اینکه عقب رفته در بسیاری از زمینه ها ما پیشرفت خیلی خیلی چشمگیری داشتیم در اون زمانی که من هنرستان موسیقی میرفتم واقعا ساز یه وسیله ای نبود که زیاد مورد احترام در میان عوام باشه ولی امروز هر امروزه تو ایران آدم میبینه که هر سر هر برزنی سر هر کوچه ای آدم دخترها و پسرای جوان ساز به دست دارن به کلاس موسیقی میرن و مردم اصلا دیدشون نسبت به موسیقی و موسیقیدان به طور کل تغییر کرده و این در واقع رشد عمومی فرهنگی مردم ایران رو میرسونه و یه مقدار زیادیش هم مدیون این هست که امکان ارتباطات در جهان به طوری است که مردم دیگه در واقع ساده و و با دانش کم در محیط خودشون بسته نمیمونن بلکه میبینن در جهان پیشرفت هست در جهان به موسیقی بها داده میشه به فرهنگ بها داده میشه و امروز خانواده ها پدر و مادرها براشون یه احترامی داره موسیقی در این زمینه که خیلی پیشرفت کردیم در نتیجه نوازنده های خیلی زیادی الان به وجود اومدن در زمینه پیشرفت در واقع نتیجه این پیشرفت در واقع مرحله بعدیش پیشرفت در سازسازی هست و سازهایی که یه زمانی محجور بودن مثل کمانچه، مثل ستار، مثل غیجک در اندازه های مختلف با کیفیت خوب ساخته شدند که ما میتونیم اینا رو در واقع در ارکسترا به کار بگیریم و در کنار هم به کار بگیریم در گذشته دور ما مثلا چهار تا نوازنده کمانچه تو کل ایران میتونه نام ببریم که بتونن نوتی بذارن جلوشون یه مطلبی رو بزنن ولی امروز شما میتونید یه ارکستری رو از تشکیل بدید که 20 تا نوازنده کمانچه خیلی خوب داشته باشه حالا شما آقای 20 سال یا بیشتر از 20 سال پیش که شما گروه بنیان گذاشتید در خارج با این قصد اینکه کیفیت موسیقی ایرانی را ارتقا بدین این کارو کردید یا اینکه نه یه گروهی میخواستین در خارج باشه که بر حال کارش رو کار موسیقی بکنه فقط. نه. ببینید خب فلسفه کاری هر هنرمندی فکر میکنم که این باشه که بخواد کاری رو کار خودش رو حداقل ارتقا بده و اگر در اون راستا بتونه که کار خودش ارتا... بتونه پیشرفتی بکنه حتما میتونه در مجموع به پیشرفت موسیقی مملکت خودش هم یا اون نوع موسیقی کار میکنه خدمتی کرده باشه ولی من همچین ادعایی نمیتونم بکنم که من قصد داشتم که موسیقی ایران رو ارتقا بدم ولی اگر بر حال یک گروهی تونسته 20 سال در کنار هم دوام بیاره بدون هیچ حمایت یعنی روی پای خودش البته خیلی هم در کنار هم نبود آدم ها اومدن و رفتن در دورش شما ادمی آدم موندگارش هستید در بله بله خب ولی این گروه پا بر مونده و کسانی که آمدند از از حدود مثلا 18 سال تا بین تا الان پنج سال یا ده سال مثلا کسانی هستند که آمدن رفتن و ماندگار شدن تغییرات در هر پدیده ای ناگذیره یعنی به منم الان شکل جوانی جوانیم نیستم و شکل 20 سال بعدم هم حتما این تو این گونه نخواهد بود اگر ولی به هر شکل شکلی که هستین کماکان در گروه دستان هستید که, که در گروه دستان نمونده و رفتن د... د... منظورم اینه که گروه دستان باقی مونده یکی از خود قدمای مهم گروه دستان این هست که به صورت یک گروه منسجم باقی مونده و دلایل اجتماعی و مسائل و مشکلات مالی و سازماندهی و اینا باعث نشده که راحت از هم بپاشه یعنی بالاخره کسانی اینجا گذشت کردن وقت گذاشتن انرژی گذاشتن کم و بیش حالا از من که از ابتدا بودم تا کسانی که الان مثلا از ده سال پیش با این گروه مثل آقای فرشپوری یا به نام سامانی همکاری دارن خود این یه قدم است. من فکر می‌کنم که میشه گفتش که به حال گروهی تو این سال‌ها مونده و دارای یک صدادهی و یک در واقع کیفیتی است که وقتی که گوش میکنید میتونید بگید آها این گروه دستانه امضای خودش امزای خودشو داره خودش داره حالا یک سوالی که معمولا میشه در مورد گروه دستان اینه که این خواننده ها رو خیلی هم عوض میکنه خواننده های متعدد رو در گروه میاره و به خصوص از ایران نه خواننده های ایران آیا این خواننده ها حالا شما در جایی گفتید که امکان کنسرت و امکان برای بروز استعدادهای بعضی از خواننده ها در ایران خیلی کمه آیا شما میتونید مدعی بشین که شما این خواننده ها رو از ایران میارین برای اینکه بهشون امکان بدین و بتونید در جایی این استعدادشون رو نشون بدن یا اینکه نه خواننده های میارین برای اینکه وضع گروه خودتون سر، گروهتون بیشتر سر زبون ها بیفته و نام آواز بیشتری در کنه ببینید مجموعه گروه و خواننده یه بخش صحبت پنجاه دو تا پنجاه درصده که باید با هم دیگه یه جوری کنار بیان یا با همدیگه بخورن که یک کاری رو ارائه بدن خواننده که ما تا به با حال باشون کار کردیم غالبا خواننده های نامداری بودن که نیازی نداشتن که گروه دستان بخواد بیاد مطرحشون بکنه خب دوستان میشناسن دیگه احتیاج به نام بردن نیست خب پس فرض دوم که درست باشه شما از های نامدار استفاده میکنین برای که گروه دستان رو معتبر معتبرتر و همینطور, طور های نامدار هم از گروه دستان در واقع استفاده کردن که بتونن کارشون رو بهتر ارائه بدن به هر حال این دوتا تا باید با همدیگه دیگه هماهنگی داشته باشن ما البته با خواننده های جوان هم که نامشون به اندازه دستان نبود کار کردیم در این میان و اینجوری نبوده که فقط رفتیم یه خواننده معروفی رو بردیم که حتما در واقع استفاده بکنیم یا به نفع پیشرفت کارهای گروه دستان استفاده بکنیم بلکه مثلا موقعی که ما فرض میکنیم با سالار رقیبی که الان در واقع خواننده نامداری هست شروع به کار کردیم نام امروز رو نداشت, نداشت. این, این طور که در واقع ما یه به یه بده بستون مساوی و برابر حالا که بحث خواننده ها شد یکی از کارهای شما در واقع خارج شدن از اون عرصه تکخانی در عرصه موسیقی ایرانیه میتونید توضیح بدین که چیه یعنی در واقع چه کار کردین شما که خود متمایز از گذشته متوجه سوالتون کدوم کارم... کار کار من منظورتونه که تک خانی نیست توش؟ نه 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 که نیست من منظورم اینه که علاوه بر اون شما یه مقدار به کار گروه خانی هم بیشتر بس... چیزا... بخش ساز کردید بله, بله. 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 خب این دیگه برمیگرده به فقط به آهنگساز ساز نه به گروه فلسفه عمومی کار گروه دستان بر این هست که ما به ساز هم بپردازیم منتها شما وقتی میخوایم به ساز بپردازید به هر پدیده ای بپردازید میبایستی که نوازنده های با کیفیتی هم داشته باشید که اون کار رو درست ارائه بدن یعنی ما اگه توانایی نواختن به اندازه کافی نداشته باشیم خب اون کسی که توانایی داره رو صحنه بیشتر در واقع گوی و میدان رو در دست میگیره و خب در گروه دستان همیشه اون تیم هایی که هستن چه اونایی که آمدن رو رفتن کسانی که حضور داشتن در این گروه نوازندهایی بودن که توانایی صحنه داشتن و کارشون قابل ارائه بوده اینه که ما همیشه بخش سازی رو بهش بها دادیم ولی به طور کل یه همچین موردی برمیگرده به فلسفه آهنگسازی یعنی بعضی آهنگسازها هستن که بیشتر میپردازند به کار کلام و بخش سازی رو کمتر بهش اهمیت میدن و برخی به گونه دیگه عمل میکنن این بیشتر در واقع مربوط به شخص آهنگساز میشه ولی خب در گروه ما هم یک تبادل نظر هست وقتی یک کاری میاد که حس میکنن که خب حالا این با روح کار گروه دستان هموهنگی نداره با مشورت مثلا میگیم خب این کار کارو کنار بذاریم این کار دیگری رو دست بگیریم یعنی در واقع اون بحثی که شما میکنید به حجم صوتی یا همچین چیزی شما عنوان کردید درسته یعنی اون گفتین که به رنگامیزی سازها سبب میشه که بتون این حجم صوتی رو اعتقاد بدید یک خود گنگ از بعضی نظر نکته جالبی رو اشاره کردید حجم به طور کلی در موسیقی منظور استفاده کردن از ارکستر بزرگ کوچک هست اه. ولی استف... به طور کلی استفاده کردن از ارکستر بزرگ و کوچک باید یه منطقی پشتش باشه ما اگه 16 تا ساز، 17 تا ساز، 20 تا ساز رو روی سحنه بیاریم و اینا همه یک صدا قرار باشه بزنن ضرورتی در واقع نداره که ما این همه ساز رو جمع کنیم که همه به قول به اصطلاح موسیقی میگن اونیسون بزنن یعنی تک صدا بزنن معمولا فلسفه ارکستر بزرگ که بیشتر از موسیقی غرب میاد برای از اینجا به وجود میاد که موسیقی چند صدایی بخوایم ایجاد بکنیم یعنی خط های مختلف لایه های مختلف روی هم قرار بگیرن و این مجموعه حجمی رو ببخشید ایجاد کنه که ما بهش بگیم موسیقی چند صدایی وقتی که همچین کاری قرار نیست صورت بگیره اون وقت نیازی نیست که ما 20 تا ساز داشته باشیم میتونیم از هر نمونه ساز یه دونه داشته باشیم مثلا چهار تا ساز مختلفی مثل کمانچه و تار و بربت و تنبک و سازهای کوبه دیگر در کنار هم بشینن و بشن گروه دستان و دارای صدادهی خودشون هم باشن اونجایی که ولی من به عنوان مثال به عنوان آهنگساز میخوام که از این مرحله یک جای یک قدمی فراتر بذارم اونجا نوازنده دیگری رو دعوت میکنم به گروه که نمونهش به نام گل سرخ هست اگه شنیده باشید در به نام گل سرخ ما سه تا نوازنده مهمان داریم یعنی یه نوازنده سنتور یه نوازنده قیچک آلتو و یه نوازنده سیتار هندی که اینا به بمون... ب... خاطر روح خود اون کار می بایستی به این مجموعه اضافه می شدن؟ با این اضافه شدن به مجموعه در واقع اینجوری نیست که فرض کن اون کسی که سیتار هندی میزنه زنه موسیقی ایرانی رو با سیتار هندی بزنه موسیقی هندی رو با سیتار هندی در داخل گروه شما می زنه؟ آره اون باز بر میگرده به آهنگساز در این مورد خاص در در بنامه گروه سرخ که آن صحبت شد من اصلا قصدم این بود در یک مقطعی از کار مناسب با شعر شفیعی کتکنی یعنی شعر شفیعی کتکنی یه جایی توش یه انفجاری هست که مرز رو میشکنه از این گریوه به دور در آن کرانه ببین بهار آمده از سیم خاردار گذشته اونجا در واقع این مرزی که این میشکنه از این کرانه به کرانه دیگه رفتن این که مثل چشتو میبندی و میخوابی و بیدار میشی میری در یه دنیای تازه ای هستی به خاطر اون من این سیتار رو استفاده کردم و بخش آزادش گذاشتم که موسیقی هندیش رو بزنه و بخش هایی هم براش خط نوشتم و گفتم اینو حتما باید بزنیم ولی خب با شناخت از اون ساز یعنی به هر حال همین جوری با چشم بسته و بدون آشنایی کامل به موسیقی هند در واقع نبوده بلکه من با هندیا کار کردم و میدونستم که اون لحظه دارم چه میکنم این اینه که ایشون اون نخشی که سیتار داره در مجموعه به نام گل سرخ یک بخش کوچکیش هندی است ولی باز من گفتم که چه فضایی رو میخوام بهش ولی از اون به بعدش خطش نوشته شده یعنی اون خط رو میشه با تارم زد ولی من اون رنگ و اون صدا رو که در واقع مال یک دنیای دیگری است میخواستم به خاطر اینکه یک این مثل یک انفجار یه جایی این فضا بشکنه این رنگا پخشن و از اون چارچوب مرسوم خودمون توی موسیقی ایرانی بیرون بزنیم حالا شما در همکاریتون با ملیت های دیگه موسیقی ملت های دیگه مثلا با هندی یا آذربایجانی مثلا کار کردین اینا صحبت از این میکنید که اینها دوستان قدیمی هن که مقدار جدا موندند از ما و سراغشون رفتید ولی خب شاید دوستان نزدیکتری هست مثل مثلا تاجیکا یا افغانا ولی با اونا کار زیادی نکردید خب برای بر من پیش نیومده به این معنا نیست که نخواستم اه. یا اینکه فکر نمی‌کنم که در واقع اون موسیقی با این قرابت نداره آشنایی اتفاقا این دو تا موسیقی با هم دیگه دارن ولی من معتقدم به طور کل که مرزهای فرهنگی شباهتی به مرزهای سیاسی و مسلحتی ندارند یعنی شما وقتی تو آذربایجان ایران زندگی میکنید به عنوان یه ایرانی موسیقی آذربایجان کشور آذربایجان رو خیلی خوب میفهمید براتون مشکلی نداره اصولا فرهنگ قومی هست کشوری نیست و از این مرز ما میتونیم بریم بیرون و این پیوندار رو در واقع این حلقه‌های آشنا رو به همدیگه بیاریم و این زنجیر رو دوباره به هم دیگه وصل بکنیم حالا که امکانات و این ارتباطات هست اگر در نوشته ها خونده باشی در گذشته های خیلی دور در دوران ساسانیان موزیسین در واقع یک،, یک تبادل فرهنگی بوده بین مثلا ایران و هندوستان که موسیقی دانانی از هند می در ایران و موسیقیشون رو ترویج میکردن تعلیم موسیقی خودشون رو میدادن و ایرانی ها میرفتن اونجا تعلیم موسیقی ایرانی میدادند و تحت تاثیر همین هم در گوشه های موسیقی ایران در اناوینی که هست نام های هندی میبینیم مثل راک، راک کشمیر، راک هندی که اینا از به خاطر خب یک مقدارش برمیگرده به این که این ارتباطات در واقع با دوراندیشی انجام میشده که تبادل فرهنگی باشه یه مقدارم برمیگرده به کوچ مردمان قبل از اینکه امکانات زندگی در صحرا و در سیبری هم وجود داشته باشه ام. یعنی مردمی که میخواستن از در واقع از سرما فرار بکنن از منطقه به منطقه دیگه میرفتن در تابستان یا در زمستان در تابستان برمیگشتن تو این منطقه ام. و این رفت و آمدها باعث میشده که با مردمان سرزمین دیگر, دیگر, آشنا بشن و در واقع تبادل فرهنگی بکنن اینه که شما یه ملودی رو میبینید توی مازندران ایران در خراسان در کردستان حتی مثلا در کردستان عراق در این جاهای مختلف کشورهای مختلف یه ملودی رو این همون این هم اجرا میکنن یا با یه ذره اختلاف لحجه و همه مدعی که این مال ماست حالا اگر بخواید شما یک دستاورد بزرگترین دستاورد گروه دستان رو مثال بزنید این 20 سالی که شما دارین فعالیت میکنین چیه خب ما مجموعا فکر میکنم اگر اشتباه محاسبه نداشته باشم 16 تا سیدی تا به حال با همدیگه بیرون دادیم با خواننده خانند... های سرشناسی کار کردیم و تحت تاثیر کار کردن با خواننده های گوناگون موسیقی متنوعی هم ارائه دادیم اینکه گفتید خواننده رو چرا عوض می‌کنیم <متصفح> البته چراشو نگفتید ولی اشاره کردید بهش در واقع علتش هم این هست که ما به رنگ‌های مختلف دست پیدا کنیم چون این 50 درصد خواننده 50 درصد گروه که من میگم به خاطر اینه که وقتی مثلا ما با شهرام ناظری کار می‌کنیم به خاطر فرهنگ آواز اون و روحیه اون نوعی کار می‌کنیم که به اون بخوره مناسبت داشته باشه یا با پریسا یا با سیما بینا یا با سالار عقیلی با همایون شجریان است انگوش نمیذارین روی یک کار مشخص که بگین که مثلا این داستان. من ده نمیتونم همچین همجی کاری بکنم ولی بود دستا بس بدیم بپردازیم به, به کارهایی که الان در دست تهیه دارید و یا ای اینکه به هر حال کارهای اخیرتون یکیش این موسیقی داستان زال به نام بله توضیح بدین در مورد این؟ خب کار روی شاهنامه فردوسی همیشه در فکر من بوده در خیال من بوده آرزوی من بوده ولی شاعری مثل فردوسی که در واقع پدر زبان فارسی است و متعلق به تمام فارسی زبانان و از نظر فرهنگی متعلق به تمام جهان هست یه مسئولیت خیلی ویژه‌ای داره این است که من توی طی این سالها فکرش رو با خودم داشتم جسارتش نبود که موقعی که کمی احساس کردم که حالا میشه این کار را انجام داد شروع کردم من از سال 2006 با پرداختن به انتخاب اشعار چون فردوسی شاعری نیست که شعرش رو بغل شاعر دیگری بتونید اجرا بکنید شما در آلبوم های موسیقی میبینید که شعری مثلا از مولانا قطعه بعدی شعری از عطار قطعه بعدی شعری از سعدی چرا چون اینا همه درونگرا هستن و از یک عشق الهی یک عشق آسمانی صحبت میکنند که همه حرفشون مشترکه در واقع شما اختلاف زیادی نمیبینید و کسانی که متخصص نیستن گاهی وقتها تشخیص نمیدن که مثلا زولف آو شفته و خواهی کرده و خندان لب و مست که از حافظ هست مثلا با کس نگذشت از دلم تا تو به خاطر منی سعدی <applause> یا بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود مولانا اینا اگه کسی متخصص نباشه متوجه نمیشه کدوم این اشعار مال کدومی ای از این شاعران هست ولی بله. بله به محضی بله که وقتی صحبت وقتی میگه نبودیش بله فرزند مرسام را همه میفهمن آه. این شعر مالی یه شاعریه آه. که نامش ما وقتی من تقریبا تموم شده آقا متوسیم فقط به من میگین <تصح> که این الان در چه مرحله کجا دارین اجرا میکنین بله و... ما اولین رو در تهران تابستان گذشته انجام دادیم و سی دی این کار آماده شده ضبط بسیار خوبی کردیم و امیدواریم که دوباره بتونیم کنسرت در تهران داشته باشیم و امیدواریم که با یک سازماندهی وسیع و بسیار پیچیده در پاییز آینده در اروپا در خدمت همه دوستداران موسیقی باشیم خیلی متشکرم حمید متوسم از شرکتتون در برنامه به دیگر ممنون از شما خیلی متشکرم